گله من ببین مامان سلیم برام این بسته رو فرستاده. آره پکیج جادویی تابستونیه. خدا حفظشون کنه. آره آره. حالا چی هست این پکیج جادویی تابستونی؟ یه سری چیزای باحال تابستونی توشه. آره هر سال 60 70 تا این جعبه رو میگیره میفرسته برای بچه‌هاش. آره 60 70 تا. آره بچه زیاد داره. آره آره آره. حالا ببینیم چی توش هست. خیلی خوب. آخی آخی ببین لیوان خیسه. لیوان خیس برات نه 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 این یخ توش بوده. آره تو اداره پست آب شده. الهی. آره هر سال برام تابستون که میشه یخ میفرسته بعد تو راه که میاد آب میشه چیش دست منو نمیگیره. ای جان دلم مادر. آره. دیگه به هر حال. آره دیگه دیگه چی داریم؟ آه اینم برام فرستاده باد بزنه. ببین ببین این کار دست خودشه. بله بله خودش خلاقانه اینو درست کرده. کاغذ رو بر میداره یه تا از این بر یه تا از اون بر میشه باد بزن. بله واقعا هنرمندن ایشون. آره یه کانال هم تو تلگرام داره اینا رو آموزش میده همینجوریه. آره اسمش هم سولی بیا توه کاناله. تو هم میخوای بیای تو عدد کنن؟ نه نه سلام بیا تو دیگه. خیلی سلام بندر برسیم. مامان سولی خوشحال میشه بیا تو. نه متشکرم خیلی ممنونم. خیلی دیگه ببینیم چی داریم؟ چی داریم؟ آه دو تا آه گوجه سر فرستاده یه دونم اینو فرستاده. این چیه؟ این پودر بچه هست. آره تابستون ها خیلی لازم میشه. بله، بله آره ما بچه که بودیم کوچیک بودیم مامان سولی یه گونی از اینا میگیره میذاش گوشه حیات. بله تو ناز و نعمت ما رو بزرگ کرده. بله آره این آره. یه پکیج آره. کامل تابستونیه. آره. من فکر میکنم تا آخر تابستون چیزی احتیاج داشته باشه. آره آره ببینی این چیه. آخه چیه؟ آخ مامان سولی خیلی نوستاشولیه. امشای کلاس سوم همه میبینی؟ بله برام حس نوستاشولی داره. بله میدونم. آره آره درباره این موضوع چی بوده؟ تابستان خود را چگونه گذروندی؟ خیلی دلم میخواد. بله بله اصلا مشتاقم. جذاب موضوع انشا تابستان خود را چگونه گذراندی؟ ما امسال به همراه خانواده به ویلای آقا شهاب رفتیم. آقا شهاب دوست بابا قدرت پدر من میباشد. آقا شهاب مرد با سلیقه ای است. آقا شهاب با پنیر و کره محلی از ما پذیرایی کرد. بابا قدرت کره محلی را روی نان میمالید و میگفت به به. مامان سولی میگفت خوشمزه است و برای زن آقا شهاب پشت چشم نازک میکرد. آره بابا قدرت برای نهار یکی از گوسفندهای آقا شهاب را شقه کرد و به نیش کشیدیم. یعنی... آقا شهاب اخم نمود و گفت من آن گوسفند را خیلی دوست داشتم. یعنی گوسفند رو بدون اجازه خودشون شقه کرد؟ آره دیگه. آره گوسفند بود، زغالم بود، سیخم بود، ما دیگه کاری از دستمون برد. بله آره. حالا بقیهش رو گوش کن. بابا قدرت بعد از اون به بالای درخت توت باغ آقا شهاب اینا رفت. بابا توت میخورد و میگفت به به چه توت شیرین و گوارایی. آقا شهاب فریاد زد توتا هنوز کال هستند. آقا شهاب گفت بیا پایین قدرت چت باز. به پدر شما بابای منو میگفت. آره ادامهش نوشتم. بابا قدرت هول شد و به پایین سقوط کرد و صدا داد و صدا داد. آها آره صداش هنوز تو گوشمه. اینجور صدایی بودن. آره مامان سولی سیخ ناهار زور را برداشت و در کمر آقا شهاب فرو کرد. آره اجازه بده
مامان سولی سیخ کباب و فرو کرد تو کمر آقا شها. جای تشکرتونه. آره دقیقاً. آفرین آفرین. چون بابا قدرت و هول کرده بود بیفته پایین صدا بده. فهمیدم. آره. آقا شهاب که مرد با سلیقه ای است ناله ای سر داد، آرام به سمت مامان سولی برگشت و به سختی گفت: چرا اینجوری؟ حالا من حسش رو بهت میگم. اما این پایان ماجرا نبود. عمود و پایم میشناسیش که؟ بله. عکسش رو نشونه داد. بله. عمود و پایم هم خیزی برداشت و با یک ضربه پرشی پای و ضربه پرشی پای راست گردن آقا شهاب را هدف گیری کرد. بابا قدرت فریاد زد: اذیتش نکنید، او مرد با سلیقه است. عمود و پایم با بی‌تفاوتی کشککی بالا انداخت و رفت. باسه کشکک بالا انداخت؟ آره دیگه، عمود و پام شونه که نداره بالا مندازه. کشکک زانوشو انداخت. آره انداخت و رفت. آره هم. اصلا خیلی کارتون زشت بوده. آره. نمیخواد بقیهشو بخونه. نه نه نه، تهش خیلی شاعرانه تموم کردم. گوش بده. آن روز بعد از ظهر همه خیلی ناراحت بودیم. آقا شهاب روی تخت افتاده بود و 10 دقیقه یک بار رو به سقف پلک میزد. نور خورشید از پنجره به صورت نحیفش میتابید. قورباغه جهید و آرام گرفت. همه رو توصیف کردم. سر نخاه آقا شهاب در آب بود که خشک نشود. آقا شهاب مرد با سلیقه‌ای بود. مرد با سلیقه‌ای بود؟ آره. یعنی مرد؟ آره آره مرد. آره دیگه، با اون وضعیت و اینا. ولی خودشم اما اولی که اومدیم رفتیم خونهش حالش بد بود، سرفه میکرد. آره آقا رفتیم زدیم طرف رو دراز کردیم، میگی سرفه میکرد؟ نه دراز کردیم چیه، سرفه میکرد، آبریزش بینی هم داشت. تازه تو دماغی هم حرف میزد اینجوری. میام این میام با خودش. بابا اصلا تو میخوای هم از بندازی گردن ما بخیر مغذب خودش. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.